موزیک ویدئوی بسیار زیبا از بانو هنگامه بهت قول داده بودم از خواننده‌های خانم افغانستان برات ویدئو بیارم. زیرخاکی پیدا کردم از کانال اولد افغانستان بوده. برگشتیم با سلطان خوشتی و بولی تو بولی همراه شما هستیم. چطوری دوست گل؟ سلام، خیلی خوش اومدید. من اومد پیکو هم. اگر ویدئو رو دوست دارید به قول پسر خاله لایک یادتون نره، شیر کنید ویدئو رو برای دوستاتون، اگر علاقه دارید بفرستید، در کامنتی پیشنهادی چیزی دارید برامون بنویسید. خیلی مخلصم، دمتون گرم. بزنید بریم. میاد صداش؟ داد آره؟ چرا میزنم؟ صداش یکم بلنده برام. پیچاور ضبط شده، زبی پرودیوسر بوده. چقدر قدیمیه دایی، شیرین برای 30 سال پیشه. یاری من شوخی زمان باز شده، پشت سرگف میزنه و چوبو خب میزنه، با رقیبانی منم ناز شده، پشت سرگف میزنه و چوبو خب میزنه. چی میگی؟ چه صدای قشنگی داره، اصلا انتظار نداشتم یه موسیقی اینجوری شروع شه. یار من شوخ ستمگار شده، پشت من گپ میزنه. نایس، خیلی نویز توشه حاجی، نویزش خیلی زیاده. شمارش هم زده طرف، موبایل نامبر 0359. حاجی شماره اون موقع چند رقمی بوده؟ 2 2 4 5 8 رقمی بوده. آره. ادیتای قدیمی آجی. فکر کنم احمد زهر الان زنده بود میخوند. پش برات میموند خیر. نه واقعا خیلی متفاوته. بس سنش هم زیاد میشه، صداش پخته تر میشه. میزند بر جگرم تیری جفا، میکند ناز و ادا. میزند بر جگرم تیری جفا، میکند ناز و ادا. او عجب رنده ادیتو حاجی، توجه میکنی؟ نگاه کن، پشتی سرگم میزنه و چوبو میزنه. ادیتای قدیمیه. نه واقعا اون موقع اینا شاهکاره، ضربینو میاره از این ور ترانزیشن میزنه. وجب رین نیست من ساز شده، پشتی سرگم میزنه و چوبو میزنه. یاری من شوخی زمان باز شده، پشتی سرگم میزنه. عجب یار بدیه، پشت سر حرف میزنه با رفیقاشم که تیک میزنه، شوخ ستمکارم که شده دیگه به درد نمیخوره. بنداز بره، بنداز بره دایی. کات بای فور ایور. موها منم شوخ ستمکار شدن، این میان پایین بی تربیت ها. بریم. خوشت اومد صداش؟ خانم هنگامه است دیگه. آره، اگه دوست داشتی برو یه ویدیو پیدا کن. من ویدیو رو که آورد فکر کردم اول خانم گوگوشه. آره یکم شبیه بود. راست میگی، قدیم میشه یکم شبیه. آره. بود چون موزیک ویدیو قدیمی هم از گوگوش دیدیم، تو ذهن آدم مثلا میاد همچین چیزایی. فری بین دا فری بای من است، گلی رانای من
آن فریب و فریبای من است. چی شد؟ فهمیدی؟ یکم مفهوم نبود اینجا. بچه نویز آهنگ خیلی زیاده. گفتم قدیمیه دیگه، خیلی قدیمیه. مست چالاک و دماغ باز شده، پشت سرگرد میزنه. میگه با رفیقان منم ناز شده، یعنی تیک میزنه، درسته؟ با رفیقام ریخته رو هم، من اینو گرفتم. با رفیقام ریخته رو هم، داستاندار شده. اون موقع هم از این مسائل بوده. من فکر میکنم تاثیرات جم تی ویه، ولی نه، اون موقع هم انگار بوده همچین چیزا. آره. من میبینم بچه ها ریاکشن میذارن احمد ظاهرا، نمیدونم بذاریم نذاریم. یهو طرف میاد استراک میزنه، گرفتاری شدیم به خدا. بنده خیلی مثلا یه مسائلی پشت پردش هست، مثلا طرف میگه چرا نمیذارید، مثلا فلانی داره میذاره، میدونی هزار تا گرفتاری داره یوتیوب. در ظاهر خیلی ساده است، گرفتاری زیاده واقعا. جالب چیه؟ شعر غمگینه، میگه طرف وفا نداره، بعد موزیک شاد باش داره میرقصه. میگه مرا وفا همش ناز میکنه، موزیک شاد باش رقص میاد. چی بگم؟ باحال جالبه. آخه ویگن هم فکر کنم ویگن بود اینو گفته بود، میگفتن تو آهنگات غمگینه چطوری مثلا باش میرقصی، اگه اشتباه نکنم ویگن بود. آه یا نمیدونم یکی از خواننده افغانستان بود، گفته بود که شاید محمد ظاهر بود آجی، نمیدونم حالا نقل قولش رو شاید اشتباه دلوقتي. کنم آره، میگفتن که مثلا تو این آهنگت غمگینه چرا موسیقی که زیر ساختی شاده، بعد نوشته بود اگر من این موسیقی رو غمگین میساختم آهنگ خیلی نابود کننده، خیلی ناراحت کننده میشد، اکثر جامعه گوشش نمیداد، من برای اینکه قابلیت گوش دادن بیشتر داشته باشه موسیقیشو شاد کردم که قشر بیشتری گوشش کنن. خیلی جالب بود این ایده ای که پشتش بود، گفت مردم مثلا میبینن این الان آهنگش غمگین بود کمتر کسی گوشش میکرد، میدونی چون یکم شاده و اینا گوشش میکنن. یاب خان از کانال اولد افغانستان بوده که لینکش رو براتون میذارم. چطور بود؟ یار من شوخ ستمکار شده پشت من گپ میزنه با یارام. چه یار بیادبی داشتی برادر گل من، هم گپ میزده هم ناز میکرده هم غیبت میکرده تیک میزده. این قسمت با دوستان من تیک میزده خیلی ضایع بود آجی، دیگه قابل تحمل نیست. ستم بود آجی، بکش زیرش یک و دو بندازش بیرون، یار تو به درد نمیخورده. خیلی مخلصم، مرسی تا اینجا با من بولی تو پولی همراه بودید، امیدوارم حال کرده باشید. اگر دوست داشتید به قول پسرخاله لایک پدر سگ تو حاجی من، تو جلف بودی اومدی منم جلف کردی، بلد نیستی. آه بابا آه کامنت. یه لایکی نمیتونه درست بود کامنت پیش خجالت بکشیم میگم. پیشنهاد هر چی دارید بنویسید، سابسکرایب رو بزنید. خیلی مخلصم و تا ویدیوی بعدی خداحافظ.